سلام دوستان، محمد هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم و در این برنامه از باید بدانیم به ماجرای نجات گوگوش از اعدام توسط مسعود فردمنش در اول انقلاب و فرار ایشون از دست ماموران در فرودگاه میپردازیم. اما لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارشو بزنید. فائقه آتشین، مشهور به گوگوش، در 18 بهمن 1329 به دنیا آمد و هنگامی که 2 سال داشت مادر خودشو از دست داد تا دایه ارمنی نام گوگوش رو براش انتخاب کنه. گوگوش از همون زمان کودکی خوانندگی و بازیگری رو همراه با پدرش آغاز کرد و وارد عرصه به اصطلاح کابارهی دوران شاهنشاهی شد. رقاصه‌گردی های گوگوش در کابره های تهران و حضور در فیلم های سینمایی از او یه چهره متفاوت و مشهوری ساخت، تا اینکه ایشون با محمود قربانی کابره‌دار تهرانی آشنا شد و با او ازدواج کرد. حاصل ازدواج اول گوگوش به دنیا آمدن یه پسر به نام کامبیز بود که در 23 آذر ماه سال 1347 به دنیا آمد. سالهای زندگی این خواننده با قربانی زمان زیادی دوام نیاورد و گوگوش در سال 1354 و پس از آشنایی و همکاری با بهروز وثوقی از قربانی طلاق گرفت و با بهروز وثوقی زندگی میکرد. زندگی با زنی که بیشتر ساعت عمرشو در کاباره ها و فیلم ها میگذروند، عرصه زندگی با گوگوش رو بر بهروز وثوقی هم تنگ کرده، تا مدت زمان زندگی این دو به عدد 1 سال برسه و در سال 55 بهروز وثوقی گوگوش رو در کاباره های تهران به حال خودش رها کرده. گوگوش بعد از طلاق و متارکه با بهروز وثوقی با مسعود کیمیایی ازدواج کرد، اما اسناد موجود در این خبر نشون میده که فائقه آتشین در تاریخ 9 مهر ماه سال 1359 با فردی به نام همایون مشتاقی ازدواج کرد. زندگی مشترک گویی برای خواننده سابق کابارهی سلطنتی معنا نداره. گوگوش از همایون مشتاقی هم جدا میشه و این بار با یک کارگردان ایرانی زندگی مشترک خودشو آغاز میکنه. مسعود کیمیایی آخرین سید در تور این خواننده بود. این خواننده راهی آمریکا شد و ابهامات فراوان زندگی خصوصی گوگوش در ایران و حرف و حدیث های اطراف او فضایی دور از انتظار برای او رقم زده بود، تا ورودش به آمریکا با مسائل سیاسی و اجتماعی همراه باشه. فرار گوگوش به آمریکا و فضای لس آنجلسی او رو وارد فعالیت‌های جدید کرد، تا ورودش به آمریکا سرآغازی باشه برای حضور دوباره او در کنسرت‌ها و موسیقی مورد علاقه خودش. گوگوش شاه ماهی موسیقی ایران از جمله کساییه که دست کم برای 2 دهه سرنوشتی همچون ناصر ملک مطیعی داشت. ناصر ملک مطیعی بعد از انقلاب در ایران موند، زندان رفت، بازجویی پس داد و از حضور در عرصه هنر محروم شد و حتی زندگی شخصیش محدودتر از سایر شهروندان بود. گوگوش اما خاطره ای تلخ رو نیز از او به یاد میاره. انقلاب اسلامی که حکومت تازه رو بر سر کار می آورد، بساط سینما و موسیقی پرکار و کوشش ایران هم جمع می شد. بسیاری از هنرمندان به غربت میرن یا به خارج از کشور تبعید میشن یا اینکه به گوشه زندان میفتن. گوگوش میگه ناصر ملک مطیعی رو اولین بار بعد از انقلاب در زندان اوین ملاقات کرده. فائقه آتشین یا همون گوگوش، خواننده، مجری برنامه‌های تلویزیون و بازیگر سینمای دوران پهلوی، چند ماه بعد از پیروزی انقلاب به ایران برگشت. اما با وجود جو منفی غالب علیه خوانندگان و بازیگران دوران شاه، در فرودگاه مهرآباد دستگیر نشد. حالا مشخص شده که احتمالاً یکی از ترانه سرایان مطرح با اعمال نفوذ مانع بازداشت وی شده. چگونگی بازگشت و زندگی چند ساله فائقه آتشین در ایران پس از پیروزی انقلاب یکی از موضوعات مبهم در مورد ایشونه، خصوصا این موضوع که این خواننده و بازیگر دوره پیش از انقلاب چجوری در اوج دوران هیجان انقلاب و در مقطعی که احساسات منفی علیه خوانندگان نزدیک به دربار به نقطه اوج خودش رسیده بود به ایران برگشت و در همون فرودگاه مهرآباد چطور دستگیر نشد، و این مسئله از جنبه‌های عجیب و مبهم زندگی گوگوشه. حضور مسعود فردمنش در مقام فرمانده انقلابیون مستقر در فرودگاه مهرآباد به یه ماجرای مهم و مرتبط با گوگوش ختم میشه.
فائق آتشین پس از 3 سال سرگردانی در آمریکا و اعتیاد و بروز مشکلات مالی با صاحبان نایت کلاب در لس آنجلس و شایعه ضبط پاسپورتش توسط اونها و زمزمه خودکشیش، در حرکت ناگهانی تصمیم گرفت که با شوهر سومش همایون مصداقی که یک مدیر متمول بیمه بود، 2-3 ماه پس از پیروزی انقلاب به ایران برگرده. بسیاری از همکاران گوگوش او را از این کار باز می‌داشتند، اما وی بدون پول و افسرده در حالی به کشور باز می‌گشت که به او گفته بودند خونش در نیاوران مصادره شده و به خوابگاه دانشجویان بدل شده. مسعود فردمنش بچه نازی‌آباد تهران بود، خیابان استخر. از همون کودکی ذوق شاعری داشت و کم کم پاش به صنعت موسیقی پاپ ایران باز شد و برای خودش جایی در حاشیه ترانه‌سراهای مشهور اون دوران پیدا کرده. ترانه‌هاش ابتدا مردم پسند بودن، اما کم کم با لایه‌های اعتراضی و عرفانی مد روز اون سالهای موسیقی پاپ ایران هماهنگ شد. حالا چطور مسعود فردمنش در ماهای پس از انقلاب فرمانده پاسداران مستقر در فرودگاه مهرآباد شده بود؟ کسی نمیدونه. حضور مسعود فردمنش در مقام فرمانده انقلابیون مستقر در فرودگاه مهرآباد به یه ماجرای مهم و مرتبط با گوگوش ختم میشه. گوگوش در یه مصاحبه گفته بود: من رو مسعود فردمنش نجات داد، وگرنه نمیدونم چه بلایی سرم میومد. زمانی که من در حال خروج از ایران بودم، با اینکه میدونستم اگه منو دستگیر کنن قطعاً اعدامم میکنن و میکشنم، اما نمیدونستم مسعود فردمنش رئیس حفاظت فرودگاه بود و اتفاقاً از شانس و اقبال من در فرودگاه حاضر بود و اون روز قرار بود که من رو بازداشت کنن و منم خودم رو آماده این برخورد و بازداشت کرده بودم. خیلی اتفاقی هنگام خروج با من ایشون برخورد میکنه و من به مسعود فردمنش میگم چقدر خدا منو دوست داره که تو مأمور من در فرودگاه هستی، و او منو نجات میده. برنامه های متناوب گوگوش در دربار، ارتباط نزدیک با فرح دیبا، ازدواج با بهروز وثوقی و بازی در فیلم در امتداد شب که چند سکانس بی پرده بین او و سعید کنگرانی داشت، دورنمای حضور ایشون در تهران رو پیچیده تر از قبل کرده بود. اما وقتی که پای ایشون به فرودگاه مهرآباد میرسه، مسعود فردمنش با چند دستور فرمالیته او رو راهی خونه مادرش میکنه و از دستگیری او جلوگیری میکنه. فردمنش در ادامه با استفاده از روابطش در دادستانی اون سالها حتی خونه گوگوش رو هم از مصادره خارج میکنه و به وی بر میگردونه. یکی دو ماه بعد گوگوش همراه با چند خواننده مشهور دیگه به دادگاه انقلاب احضار میشن. از قرار چند جلسه بازجویی رو از سر میگذرونن و بازداشت کوتاه مدت رو نیز تجربه میکنن و در نهایت با دادن تضمین برای عدم فعالیت هنری به زندگی خودشون بر میگردن. گوگوش بعد از سالها زندگی در سکوت و انزوا در ایران با مسعود کیمیایی سرانجام به آمریکا مهاجرت کرد و به دنبال رویای کودکی خودش که اجرای برنامه بر روی صحنه اومدن بود رفت و صدای به یاد ماندنیش مانند روزگار جوانی درخشید و اسطوره تکرار نشدنی موسیقی ایران لقب گرفت. خب دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه به برنامه های ما علاقه مندید، میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما مطلع بشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.